به میدانهای نفتی حوزه خوزستان تزریق شود که در نتیجه آن میتوانست ضریب بهره‌دهی میادین عمده نفتی ایران از 20 الی 25% به 40 الی 45% افزایش پیدا کند. چندین مجتمع پتروشیمی برای استفاده از گازهای طبیعی و تهیه محصولات پتروشیمی از قبیل انواع کودهای شیمیایی، مواد خام الیاف مصنوعی و پلاستیک و رزین ها و غیره ایجاد شد. شبکه خطوط لوله نفت خام و فرآورده‌های نفتی برای رساندن خوراک پالایشگاه‌ها و حمل سوخت به اقصی نقاط کشور تکمیل شد. اولین خط لوله سراسری گاز از بید بلند در خوزستان تا آستارا در مرز شوروی ایجاد و دومین خط لوله گاز سراسری نیز تا نیمه راه تکمیل شده بود و شبکه خطوط لوله گازرسانی به شهرها و مراکز عمده صنعتی کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود. مرکز مجهز و مدرن تحقیقات آماده و بررسی های علمی و فنی جهت بهبود مشخصات فرآورده ها، کاربرد تکنولوژی های جدید و پیشرفته در فرون مهندسی مخازن و بهره‌برداری ثانوی، تولید پروتئین حیوانی از نفت، تهیه ماده مارچ برای آماده نمودن دشت کبیر جهت درختکاری و کشاورزی به غیره در دست انجام بود. در زمینه کارآموزی و تربیت کادر تخصصی و کارشناسان ورزی به شرکت ملی نفت تا آن حد پیشرفت نموده بود که تعدادی از کشورهای عضو اوپک و کشورهای در حال توسعه از ایران برای سازماندهی به ایجاد تشکیلات و کارآموزی کارکنان صنایع نفت و گاز خود کمک می‌گرفتند. به طور مثال دو گروه از کارکنان صنایع نفت و گاز به کشورهای لیبی و الجزایر اعزام شدند تا در ایجاد و کار انداختن شرکت‌های ملی نفت در آن دو کشور کمک نماید. از کشور نروژ نیز در بعد به تأسیس شرکت ملی نفت آن کشور رئیس و تعدادی از مدیران آن برای مدت 2 هفته به تهران آمدند و سعی نمودند تا با نحوه کار و سازمان شرکت ملی نفت ایران آشنایی پیدا کنند و از کشورهای پاکستان، تایلند، تایوان و هند نیز سالانه تعداد کارمند برای کارآموزی در رشته‌های مختلف نفت به ایران اعزام می‌شدند. در زمینه کارآموزی شرکت ملی نفت دارای دانشکده فنی نفت آبادان، آموزشگاه‌های حرفه‌ای در رشته‌های مختلف فنی در آبادان، اهواز و تهران، مدرسه عالی حسابداری برای تربیت حسابرسان خبره در تهران و غیره بود و از طریق اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج و اعزام کارمندان ایرانی به خارج برای کارآموزی در شرکت‌های عمده نفتی هر ساله اقدامات موثری می‌نماید. در داخل کشور نیز شرکت ملی نفت ایران منبع کمک به سازمان‌های دولتی از نظر تأمین مدیران با تجربه بود و در دوران دولت مرحوم امیرعباس اویدا تعدادی وزیر، معاونان وزیر، شهردار، سفیر، مدیران عامل شرکت‌های دولتی و استاندار از میان کارکنان با تجربه شرکت ملی نفت انتخاب و منصوب شدند. در زمینه امور رفاهی و اجتماعی شرکت ملی نفت در قریه محمودآباد در ساحل دریای خزر اقدام به احداث و اداره مجتمع و اردوگاه بسیار مدرن و مجهزی نمود. خانواده کارمندان و کارگران صنعت نفت با پرداخت هزینه ناچیزی برای گذراندن تعطیلات تابستانی از آن استفاده می‌نمودند و علاوه بر آن هر ساله
تعداد زیادی از فرزندان کارگران نفت در خوزستان برای استراحت و تفریح به طور رایگان و به هزینه شرکت نفت طی چند هفته در تعطیلات تابستان به این اردوگاه فرستاده می شدند. شرکت ملی نفت در تهران، آبادان و کلیه مناطق عمده نفتی دارای بیمارستان ها و درمانگاه های مجهز و مدرنی بود. کلیه کارمندان با کارگران نفت و خانواده آنها در آن به رایگان معالجه می شدند. شرکت ملی نفت قبل از خاتمه دوران شاهنشاهی جمعاً دارای 54,000 نفر کارمند و کارگر که از این بین 25,000 نفر کارگران در حقیقت زبده بودن و بقیه کارمندان رشته های مختلف در رشته های مهندسی و حقوقی و اداری و مالی. از زمان انقلاب تا کنون جمع کارکنان صنعت نفت به 150,000 نفر فزونی یافته، در صورتی که ظرفیت تولید میدان های نفتی ایران قبل از اینکه این تحریم های اقتصادی غرب بر ایران تحمیل بشه به 3,600,000 بشکه کاهش پیدا کرده بود و صادرات از 5,000,000 به 2,500,000 فزونی یافته بود. با برقراری تحریم ها متاسفانه ظرفیت تولید ایران امروز فقط به 2,800,000 بشکه در روز محدود شده و میزان صادرات ایران امروز بیش از 1,100,000 بشکه در روز نیست. در خلال این 35 سال متاسفانه یک دگرگونی های بسیار عمیقی در وضع صنایع نفت ایران رخ داده، همگی صدمات شدیدی به صنعت نفت زدن که بنده به طور اختصار تعداد از این دگرگونی ها رو به عرض می‌رسونم. در درجه اول فرار مغزها و خروج تعداد کثیری از مدیران و کارشناسان با تجربه و تراز اول به خارج کشور که این در حقیقت در نتیجه سیاست غلط پاکسازی رژیم اسلامی بود که تمام مدیران و رؤسای ادارات عمده و وادهای بزرگ صنعتی را بیکار کرد و از صنعت نفت خارج کرد که همه طبیعتاً به خارج مسافرت کردند و شروع به کار در خارج از ایران بود. دوم، لغو قراردادهای نفتی و قطع سرمایه گذاری های شرکت های عمده خارجی در ایران همراه با پرداخت چندین میلیارد دلار خسارت به این شرکت ها که همه به داور به سازمان داوری لاهه مراجعه کردند و از ایران خسارت گرفتند. که البته بعد از خاتمه جنگ ایران و عراق شرکت ملی نفت که این شرکت ها را در حقیقت از ایران خارج کرده بود و غرامت بسیار سنگینی پرداخته بود، از همین شرکت ها خواهش کرد دوباره به ایران برگردن و شروع به فعالیت. البته جنگ 8 ساله ایران عراق و حمله های هوایی و موشکی عراق به تأسیسات نفتی که خسارات بسیار زیادی به صنعت نفتی ایران وارد آورد. و بالاخره مسئله انرژی هسته‌ای و برقراری این تحریم‌های اقتصادی که باعث شد راه در حقیقت سرمایه‌گذاری در ایران بسته شود و ایران در یک انزوای شدید سیاسی و اقتصادی قرار بگیره و دسترسی به هیچ نوع تکنولوژی مدرن و پیشرفته پیدا نکنه و در نتیجه نتواند در صنعت نفت ایران روز به روز برای بهبود و
نوسازی شرکت نفت اقداماتی بکنه و من فعلا امیدوارم که با برداشت این تحریم ها و بازگشت شرکت های خارجی به ایران و سرمایه گذاری جدید ایران بتواند لااقل ظرفیت تولیدش رو به میزان 3,700,000 که قبل از تحریم ها بود مجدداً به اون میزان تولید برسه که شاید بتواند صادرات را دو مجدداً به 2,500,000 بشکه در روز افزایش بده. البته باید توجه داشت که برگشت شرکت های خارجی به ایران در حال حاضر متکی به این است که ایران بتواند نوع قراردادهایی را ارائه بده که برای شرکت های نفتی سودآور باشه. چون در حال حاضر با پایین بودن قیمت نفت در سطح کمتر از 50 دلار هر بشکه شرکت های نفتی به کشورهایی میرند که بتوانند سود بیشتر